چند وقته که اومدی دیپلم؟ من دانشجو جدید هستم. دو هفته هم هست اومدم اینجا. یه دانشگاهش نزدیک ساحل. آره آره دیگه، این ساحله و اون بر ساحل هم فرانسه است. این کوهای کراشه، کوهای که داریم مرزه سوئیس و فرانسه. اینجا دریاچه ژنو، در واقع امتداد دریاچه ژنو و مرز فرانسه و سوئیس تو دریاچه است. چیزی که منو جذب اینجا کرد، اولا که رنگ دانشگاهش برام مهم بود. دانشگاه خیلی خوبیه، یکی از معتبرترین دانشگاه اروپا است. بعد اینکه محیطی که توی زندگی میکنم خیلی اهمیت میدم. من از جای شلوغ خیلی بدم میاد. ببین مثلا اینجا امکانات پخش میشه، تو امریکا کلا همه جا اینطوری امکانات پخش میشه تو شهرهای مختلف. متاسفانه تو ایران ما همه چی تو تهرانه. شما دانشگاه خوب بخوای برید، شاید مثلا پزشکی شیراز خوب باشه، بوعلی همدان خوب باشه، مثلا پزشکی مشهد و اینا، ولی میتونید مثلا یه چیزی مثل شریف تو شهرستان ما نداری. فکر میکنیم که بعد از تموم شدن PhD و درستون برمیگردیم؟ چیزی که الان فکر میکنم اینه که 99.9% برمیگردم. ببینین، ارزش های من برای من اینطوری تعریف شده که مجبورم میکنه که برگردم، نه اینکه شاید در نگاه اول کیفیت زندگی برادم خیلی مهم باشه بر تصمیم گیری، و کیفیت زندگی اینجا فوق العاده بالاست، قابل مقایسه نیست با ایران. ولی معیار من برای انتخابم و تصمیم گیریام این نیست. این هست ولی اولویت های بالاتری دارم. این خیلی طرز تفکر درستی نیست. یکم مسئولیم در مقابل بقیه. درست آدم هر جا باشه داره به بشریت خدمت میکنه و این والاترین هدف ماست، ولی یه عده یه روزی برای ما یه کاری کردن تو این مملکت. من احساس میکنم ما با اونا متعهدیم. شاید به من نیاد این رو بگم، ولی یکی از اون چیزهایی که همیشه وقتی فکر میکنم به خاطرش باید برگردم اینه که ما برای دست آوردن خیلی چیزا مبارزه کردیم، درست یا غلط. بالاخره مهم اینه که یه عده وفاداریشون رو ثابت کردن و برای من خیلی ارزشمندن. از تمام اقشار این جامعه بیشتر رو من تاثیر گذاشتن و اون شهدای ایران بودن در تمام مقاطع تاریخ ایران. کسی که از جونش گذشته برای این مملکت اینقدر برای من ارزشمند و قابل احترامه. خانواده هاشون، من میبینم بچه هاشون رو، یه موقع به خودم میگم من میرم خونه پیش بابام، دلم تنگ شده براش. اون کجا میره؟ الان تو پاریس که با بچه ها صحبت میکردیم، یه سری بچه ها گفتن که ما خیلی تلاش میکنیم که بتونیم یه تأثیر مثبتی روی ایران بزنیم.